ششمین روز مرداد ماه برابر با 28 ژوئیه، سال 1269 خورشیدی برابر با 1890 میلادی، درگذشت ونسان ونگوک، نقاش شهیر هلندی. ونسان ونگوک که از جوانی عشق غریبی به نقاشی داشت، به فراگیری این هنر روی آورد و پس از چندی آثار ارزندهی خلق نمود. اما از آنجایی که وسواس زیادی در نقاشی داشت، اخلاقش تند و همراه با خشم و عصبانیت دائمی بود. ونگوک پس از سفر به پاریس تحت تأثیر نقاشان سبک امپرسیونیزم که در آن حالات به وسیله رنگ‌های تجزیه شده به نمایش در می‌آمدند قرار گرفت و از آن پس آثارش روشنی و صفای رنگ تازه‌ای پیدا کرد. مهمترین خدمت ونگوک به عالم نقاشی مبارزه با اصول و قواعد رنگ‌آمیزی قدیمی در نقاشی بود و خود او نیز سبکی تازه و نو را بدعت گذاشت. از ونگوک آثار متعددی بر جای مانده که گلهای آفتاب گردان، شب ستاره و سیب زمینی خوران شهرتی جهانی دارند. سال 1281 خورشیدی برابر با 1902 میلادی، زادروز کارل پوپر، فیلسوف و نظریه پرداز معروف اتریشی. کارل ریموند پوپر، متفکر و نظریه پرداز معروف و معاصر اتریشی، در خانواده یهودی در وین پایتخت اتریش به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلاتش برای مدتی به تدریس روی آورد. وی طی سالهای بعد به ارائه نظرات خود پرداخت و طی بیش از 50 سال تدریس کتابهایی نیز به رشته تحریر درآورد و در فلسفه علم و فلسفه سیاسی به عنوان یکی از نظریه پردازان شاخص شناخته شد و کتابهایش به حدود 30 زبان ترجمه گردید. پوپر در فلسفه علم با پوزیتیویسم منطقی و فلسفه تحلیلی مخالفت می کرد و در این راستا معیار علمی بودن یک گزاره را ابطال پذیری عنوان کرده و نظریه حدس و ابطال را بر پایه آن بنا نهاد. سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آنکه آیت الله خمینی رهبر مذهبی ایران خواستار بررسی مجدد قانون اساسی شد، شورای بررسی قانون اساسی شکل یافت. این شورا بر اساس خواست وی درباره رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه و قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند و سپس شورای بازنگری در صدد رفع اشکالات قانون اساسی اولیه برآمد، تا اینکه پس از وقفه‌ای که در اواسط کار به دلیل درگذشت آیت الله خمینی ایجاد شد، کار شورا پایان یافت و پس از تایید سید علی خامنه‌ای رهبر مذهبی وقت ایران، همه پرسی درباره قانون اساسی برگزار گردید.